یو گایز چطوری بچه هاری چوک سرستم خوش اومدید بالاخره فکرم صدا من هم داره میپیچه اینجا بچه های توی خونه من بالاخره ماشین خریدم این ویدیو هم دارم میگیرم به خاطر این نیست که بهتون بگم من ماشین دارم یا از این داستان ها فقط به خاطر اینی که بهتون بگم که به خاطر حمایت هایی که شما کردین و سخت کار کردنم صبح تا شب همیشه آرزوی داشتم ماشین بگیرم چون هیچ وقت تو عمرم ماشین نداشتم و رانندگی نکردم و الان میخوام این شادیمو با شما به اشتراک بذارم چون میدونم خیلیاتون خوشحال میشین از این موضوع بالاخره ماشین خریدم هنوز گواهینامه ندارم ولی چون قیمت ماشینا داره میره بالا من گرفتم فعلا تو پارکینگ چون پارکینگم خیلی بزرگه میشه قشنگ باش تمرین کرد بگیرم تا گواهینامه رام این ماه گواهینامه یا گواهینامه نمیدونم این ماه بگیرم این شما اینا ماشین BMW من ماشین گرفتم خیلی تو فکر کرده بودین من الان فراری و لامبورگینی و این چیزا میخرم نه از این خبرها نیست این ماشین گرفتم که باش رانندگی رو یاد بگیرم قشنگ و یه چیزی هم باشه که دوست داشته باشم با این یه چند ماهی رانندگی یاد میگیرم بعد ماشین بعدی ماشین خفن شما چی دوست دارین شما تو کامنت ها بنویسید که چی دوست دارید لامبورگینی فراری یا مثلا آستون مارتین و این چیزا شما خودم خیلی آستون مارتین دوست دارم ولی این ماشین منه دست دوم هم خریدم کار کرده است طبیعتاً BMW 316 کیت M3 و خیلی تمیز و خوشگل و گوگولی خیلی خوشحالم خیلی واقعا چون اگه هیچ وقت من نمیتونستم تو رویاهام ماشین بخرم میدونی چی میگم مثلا کلا مدل و مارکش مهم نیست با حمایت های شما من تونستم ماشین بخرم و از این بابت خیلی خوشحالم پارسالی پم داره ویدیو میگیره پدر رفت رانندگی اسلامی بدم هم تو رو یکم کار سلیم یو گایز پدر لامبورگینی اسلامی این ماشین کیت اسپورت داره خلاصه ماشین رو گرفتم خیلی خیلی واقعا چاکرم امیدوارم که هر آرزوی دارید شما هم بهش برسید اونی چه من دوست دارم آره بیاید بشین میخوام براتون رانندگی اسلامی کنم راستی بیا اینجا برید نشونه بچه بده من چجوری سوار ماشین میشم Let's go. من کلن به غیر از ماشین شاسی بلند تو هیچ ماشینی نمیتونم شاسی بلند داره تنظیم زدیم از این ببین من باید اول میام پاهارو شاه نمیشه اینجوری این بهترین حالتی که میتونم وارد یک ماشین بشم پارسل بیا بشین یه آشغال دارم پارسلی بوزش اینجا ببخشید داش ما آشغال نیست بیا بشین دوبال هست هی تو ماشینیم بچه های توی خونه ببینید میدونم خیلیاتون رانندگی بلدید و ماشین دارید اینا من صرفا به خاطر کسایی میگم که ماشین ندارن رانندگی هم بلد نیستن خب این ماشین که طبیعتا اتوماته ما میریم سراغ این که پامونو میذاریم رو گاز پامونو میذاریم رو ترمز ماشین رو روشن میکنیم آقا ساکت رو نخورید موزیک براتون نمیتونیم بذاریم البته پارسیب رفته پارسیب چی خریدی رفته سی دی خرید جاستین بیبر و ویکند و شبیه رفیق منه شیروین استینگ او تیشرت کاش میشد براتون بذاریم ولی ایف که نمیتونیم که نمیشه کپی رایت اسلامی میخونه کپی رایت سنگین کپی رایت سنگین اسلامی این لوگو دوست دارم پارسلیپ آماده ای بچه های توی خونه آماده اید سلطان آریا که اکسه در رانندگی ما اول این ترمز دستی دیوار رو میدیم پایین بعد از روی پی ور میداریم میذاریم روی درایو خاطرونه که از روی ترمز ورداریم ماشین آروم به صورت بسیار زیبا سوان کم برم عقبتر ماشین به صورت بسیار زیبایی حرکت خواهد کرد که من نه خود داری بیرونی؟ اوه یاره اینه مسکلو باشم علوم رانندگی نکردم تو ولی انصافا چی میگن؟ استعدادم بالاست توی رانندگی چون که پارسلی بیا نه این فرمونا یه افضای بود یه از این فرمونا که هست باش مثلا فورزای نوازیم فرمونا گرفته بود آره لاجیتکا من باش نشستم تمرین کردم و واقعا هم تاثیر داشت حالا اینجا تو هم ویدیو تصادف بذاریم تو دیوار خلاصه که الان اینجا ما رانندگی میکنیم شبادم بزرگ و جاداره ما جادار مطمئن نظرتون چیه بچه ماشین هم پسندیدید یا نه نظر جدی نمیخواد همه بگید حالا خوبه و اینا علکیه علکی بگید ماشین خوبه یا نه بعد بذاریم رو اسپورت مود اینجا میخوای تست کنی؟ نه اینجا نه با اینا رفت رو اسپورت مود بذاریمش رو اسپورت مود یه گازه اینم بهتون بگم که بچه های توی خونه گاز و گوز کردن اصلا کار خوبی نیست همیشه سیف برونید امن برونید پارسایب داری من درست میگیری؟ داره اون بره نگاه نداشت درستم الان من واقعا به عنوان کسی که راننده اولین روز رانندگیم وای ببین چی شد؟ کمربند یادم رفت همیشه کمربندتون رو ببندید چرا اینجوری شد؟ جنگی شده از این پورشه ها دوست میگم پورشه
از این رنج روور رنج روور ها دوست دارید براتون بگیرم یا نه بگید یا نه. ولی من ماشین بعدی اگه جدید ماشین تو آره این ماشین جدید ماشین منه. اگه من بخوام ماشین بگیرم دفعه بعدی حتما شاسی بلند میگیرم، چون که بنزم باحال بود شاسی بلند. آره میاد بهت بنزم خفنه. وانت هم حال میده. وانت نیسان تونت هم حال میده. وان تو وان تو. اینجا براتون اسپورت مود اسلامی این ماشین رو تست میکنم. تا این راه رو میذارم چرا؟ خیلی چیز خاصی نیست. چرا؟ نه اسپورت مود رو نمیگم، ماشین رو میگم. یعنی اینجوری که بگم وای بچه‌ها من بی ام دبلیو خریدم اینا نیست، واقعا فقط هدف این ویدیو گفتم اینکه بهتون با شما در اشتراک بذارم این خوشترین خوش چی میگن بهترین یکی از بهترین روزهای زندگی من. اولین ماشینی که خریدم دوستم شما هم حس من در بتونی تست کنی. و اینجا امیدوارم که ماشین دیگه از جای دیگه نیاد. Are you ready پارسالی؟ بازم گاز ندادم ها. آره اصلا گاز ندادم، ولی چقدر خوب میره پشما میره. چسبیدم به صندلی. چسبیدم با او. بعد اینکه دیگه با اونجا هم چراغ دارم. آپشن های ماشین آرسالی با نگاه بچه. یکی از آپشن های خفن ماشینه که این دکمه رو که میزنید برقا میده. یکی از بهترین آپشن های ماشینه که یه چیز گرد اینجوری به اسم فرمون داره که شما میتونید ماشینتون رو راست و چپ بکنید که هر طرفی که بخواید راست. خب بذار حالا رولت اکوموت. حالا نگاه کن یه حیوانی داره از این پارکینگ میره بیرون. اکوموت صدا پورشه فراری چیزی اومد. ببین ما میذاریم رو اکوموت چیکار میکنه برای بچه های توی خونه. آها این ما این بی ام و همینه که بی ام و خودمونه. اینا اینم بی ام است. وای داشتی میرفتیم این تو حواسم نبود. تو تابلو بشم رفتم تو تابلو این بی ام و دنبالمون کرده. فرار کن حالا مون کار قاتل اومد سراغم. خورد قشنگ اینجور. حالا میذاریم ما روی بزنیم رو آر یه نقب بچه های توی خونه بسس. ولی میدونی ماشینیه که خودم دوست داشتم. نمیدونم چرا مثلا دلم به تویوتا اینا نبود. نمیدونم چرا دوست داشتم مثلا یه چیز برند تر تور بگیرم. و یعنی مثلا این 2013 اواخر 2013 14ه، ولی مثلا میشد تویوتا یا نیسان این مثلا این مدل ماشینا رو میشد 2020 یا 18 شو گرفت. البته من دوست داشتم ماشین صفر بخرم چون ممکنه بزنمش تو در دیوار. به خاطر همین بی ام وی گرفتی بزنی در دیوار. ولی نه دیگه میدونی یعنی اینو تمام آشنا و اینا مامانم بابام کلام آشنا گفتن که صلاح نیست خریدن همچین ماشین واسه ماشین اول. ولی دیگه ما جوونیم میدونی کی این روزا برمیگرده. به دلم نبود راستشو بخواید، به دلم نبود، دوستان داشتم اصلا. الان به دلته؟ الان به دلمون. الان به دلته؟ الان به سوری سر الان به دلته LCDه. خب ما باید بیان پارکینگ اونو پیدا بکنیم. پارکینگ؟ اینجا بودی من داشتیم میتونم بهتون بگم ادیتورت باید کل این ماشینا رو محو کنه. Are you killed so far too? Oh, oh, what am I? What's fine. Bentley. اون موتور دوکادی. آره این بس سن حال نمیده. راننده میخواد. راننده اسلامی. خب بچه های توی خونه دمتون گرم. من خیلی نمیتونم اینجا داد بزنم. مرسی از اینکه تماشا کردین. من واقعا بدون حمایت های شما هیچ وقت نمیتونستم ماشین بخرم. کلا خیلی راضی ام از زندگی که الان دارم و همه رو واقعا مدیون شما هم. دمتون گرم، همیشه هوای من داشتین. دوستام که نظراتتون رو بدونم. حتما بیرون خونه هم نرفتیم، بیرون پارکینگ نرفتیم، چون که گواهینامه ندارم و خدای نکرده اتفاقی پیش میاد ما هم اینجا اصلا چه ایران چه خارج از کشور. تازه اینجا ما خارجی هم هستیم، بدتر هم هست. حس خیلی خوبی بهش دارم. امیدوارم که شما هم حس خوبی داشته باشید. و بازم میگم من مدیون شما هم. خیلی 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 دوستتون دارم. یادتون نره که حتما این ویدیو رو لایک بکنید، نظراتتون رو بنویسید. چه راجب این ویدیو، راجب این ماشین و ماشین بعدی که دوست دارید بخرم چندی ماه دیگه. خیلی خیلی دمتون گرم، دوستتون دارم. خیلی زیاد سابسکرایب یادتون نره و تو ویدیوهای بعدی ببینمتون. پیس اوت. حالت چطوره؟